رژیم ولایت فقیه چه نوع حکومتیه؟ با کدوم یک از مدل‌های حکومتی روزگار ما مشابهت داره؟ اصلاً مال این روزگاره یا مال روزگار گذشته است؟ توضیحات بیشتر رو با هم ببینیم. سلام. همزمان با شروع قیام سراسری مردم ایران، انواع و اقسام بحث‌ها و موضوعات مختلف در فضای حقیقی و مجازی مطرح شد. از بحث شیوه‌های قیام و انقلاب تا رهبری قیام و بعد هم بحث درباره انواع حکومت‌ها و اینکه بعد از جمهوری اسلامی چه حکومتی باید بیاد و خلاصه از این حرف‌ها. همه اینها جای حرف و بحث‌های طولانی داره، اما امروز قصد داریم تا کمی درباره همین موضوع آخر، یعنی انواع حکومت‌ها صحبت کنیم. در حال حاضر به طور کلی سه نوع اصلی دولت و یا سیستم حکومتی رایج در جهان داریم ما. یکی جمهوری یا ریپابلیک، یکی مجلس یا پارلمانتاری و دیگری سلطنت یا مونارکی. البته انواع دیگه ای از حکومت‌های ادغام شده هم وجود دارن که در واقع تلفیقی از یک یا چند نوع از این سیستم‌های حکومتی هستند. از سلطنت مطلقه گرفته تا جمهوری دموکراتیک ریاست جمهوری یا ریاست جمهوری پارلمانتاری یا سلطنت پارلمانتاری قانون اساسی یا جمهوری فدرالی و غیره. اما همه اینها گذشته از اینکه چه نامی داشته باشند، معمولاً زیر مجموعه یکی از همون سه سیستمی هستند که خدمتتون عرض کردم. حالا یه گزارش کوتاه ببینید، من برمیگردم. به عنوان نمونه حکومت قذافی رو در نظر بگیرید. اگرچه این حکومت در ظاهر یک جمهوری بود، اما قوانینی در اون وضع شده بود که رئیس جمهور میتونست به طور دائم و مادام العمر عهده‌دار منصب ریاست جمهوری باشه. به این ترتیب حکومت سابق لیبی نه یک جمهوری یا ریپابلیک بلکه نوعی حکومت سلطنتی به حساب می اومد. نمونه دیگر حکومت کره شمالیه که یک حکومت تک حزبی به شمار میاد که اون هم در اصل همون سیستم پادشاهیه، البته با یه نام دیگه. دیکتاتوری ولایت فقیه یا به اصطلاح جمهوری اسلامی هم که دیگه نیاز به توضیح نداره، یعنی هممون باهاش آشنایی. تو این مدل شترگاف پلنگ ظاهراً هر 4 سال یک بار انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه، اما از اونجایی که ولی فقیه قدرت مطلق است و مقامش از قانون و رئیس جمهور و مجلس و هر نهاد دیگه‌ای بالاتره، خودش میبره و میدوزه. خب دیگه این اسمش جمهوری نیست که، اسمش سلطنت مطلقه فقیه، اسمش سلطنت دینیه، اسمش استبداد مذهبیه. البته عکس این داستان هم به نوعی صادقه. حکومت‌هایی مثل ژاپن، انگلیس، اسپانیا و یا بعضی از کشورهای اسکاندیناوی با وجود اینکه از لحاظ سیستم حکومتی مونارکی محسوب میشن، ولی در اصل چون سلطنت مشروط به قانون اساسی است و قدرت در دست مجلس، شخص پادشاه یا امپراتور هیچ گونه دخل و تصرفی نمیتونه در امور سیاسی، دولتی، اقتصادی و جنگی داشته باشه. یعنی کلن دستش از امور کشوری و لشکری کوتاهه. در اصل این نوع حکومت‌ها که تعدادشون در دنیای امروز انگشت شمار هستند، برخلاف نامشون در دسته‌بندی حکومت‌های پارلمانتری قرار می‌گیرند. حالا اصلا بیایید همه این مثال‌ها و دسته‌بندی‌ها رو کنار بذاریم و یه نگاه ساده و گذرا بندازیم به پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا. خب وقتی نگاه می‌کنی می‌بینی سیستم حکومتی اکثر این کشورها جمعیه، یعنی یا جمهوریه یا پارلمانتری. یعنی این کشورها اومدن قدرت رو از دست یک نفر خارج کردن. این حکومت هم یه چیز مندرآوردی نیست، نتیجه قرنها مبارزات مردم جهانه. تاریخ نشون داده که وقتی قدرت و حکومت در دست یک نفر قرار میگیره، همیشه نتیجه و خروجی اون دیکتاتوری و سرکوب و نهایتاً ویرانی و عقب موندگی. دیگه این موضوع برای هر کس ناملموس باشه، برای مردم ایران کاملا ملموس و محسوسه. بعد از انقلاب فرانسه، مفهوم جدیدی به نام لایسیته وارد فرهنگ سیاسی شد و به عنوان جزئی جدایی ناپذیر از سیستم حکومتی جمهوری به رسمیت شناخته شد.
البته کلمه لایسیته به معنی جدایی دین از دولت اولین بار در سال 1871 مورد استفاده قرار گرفت، ولی کاربرد اون در فرهنگ سیاسی به آغاز جمهوری فرانسه برمیگرده. گرچه لایسیته و سکولاریسم اختلاف جزئی با هم دارند، ولی غالبا از هر دوی اونها به عنوان معادلی برای مفهوم جدایی دین از دولت استفاده میشه، به عنوان نوعی از حکومت که در اون مقام‌های حکومتی بر اساس مذهب افراد تخصیص داده نمیشن. خلاصه این که در جریان تکامل اجتماعی انسان به شکلی از حکومت دست پیدا کرده که اولا کثرت‌گراست، یعنی به قدرت جمعی تکیه داره، و ثانیاً در اون دین و دولت از هم جدا هستند. این دو ویژگی در واقع مکمل هم دیگه هستند. یعنی سکولاریسم یا لایسیته فقط میتونه همراه سیستم‌های حکومتی کثرت‌گرا یا پارلمانتری یا جمهوری باشه. در هر حال متشکرم از توجهتون. یه نگاه مختصر بود به مقوله حکومت و انواع اون. فعلا خدا نگهدار، تا بعد.